روزگاری سخت برای زنان ایزدی. صدها هزار نفر در عراق آواره شدند، اما حکایت آوارگی زنان ایزدی از همه تلخ تر است. این اولین بار نیست که عراق با جنگ و آوارگی مواجهه، اما این اولین باره که این کشور در یک جنگ با پدیده به کنیزی گرفتن و اسیری گرفتن زنها مواجه میشه. با زنها مثل غنیمت جنگی داره رفتار میشه. به سراغ یکی از خانواده های ایزدی میرویم که با کابوسی به تمام معنا دست پنجه نرم میکنند. از این خانواده ده ها زن به اسارت برده شدند. روستایشان در سنجار اکنون در قلمرو گروه دولت اسلامی جا گرفته. سلام. نامش نادیاس و 20 سال دارد. وقتی او را دیدیم تنها 4 روز از گریزش از چنگ گروه دولت اسلامی می گذشت. می گفت شبانه و با کمک یک راننده محلی فرار کرده. هممون رو ریختن توی یه مدرسه دو طبقه، زنا بالا و مردا پایین. پول و طلا و هر چی داشتیم ازمون گرفتن، حتی گوشوارم رو از گوشم در آوردن. 150 تا زن و دختر بودیم که ساعت 11:30 شب سوار 4 تا اتوبوسمون کردن و بردنمون موسل. از 41 نفر فامیلمون من و مادر و خواهرم رو از بقیه جدا کردن. 3 تا دخترای برادرم رو به زور بردن، منو کتک زدن، خواهرم هم زدن. لیدان المدان خواهر ندان. به من نه، ولی به دختر برادرم تجاوز کردن، منو فقط کتک زدن. از نادیا پرسیدم کسانی که او را به اسارت گرفتند اهل کجا بودند. هبون تلحفری و اهل تلفر بودن. اونایی که زدن و تجاوز کردن اهل یه روستای مسلمون بودن که اسمش یادم نمیاد. بینشون کرد سورانی و عرب سوری هم بود. برآورد می شود حدود 5000 زن ایزدی همچنان در دست گروه دولت اسلامی هند. گروه های مردمی، شخصیت های سیاسی و مذهبی برای نجاتشان تلاش می کنند. حتی اگر شده با گردآوری پول جهت بازخرید آنها. همه ذهن و رو هم به هم ریخته. هنوز بیشتر اعضای خانواده و عروسا و برادرزاده هامون دست اونا. همش میترسم بفروشنشون. همه امیدم اینه که کسی کاری بکنه، بره نجاتشون بده. من هر چی داشتم دادم به کسایی که دارن پول جمع میکنن واسه نجات اونا. دیگه چی کار کنم؟ خودش و روز غیر هستر نیره. چی بکن؟ هنگام خداحافظی نادیا در گوشم گفت تو که زن هستی میفهمی آنها با چه خطراتی مواجهند. صدای کمک خواهی این هزاران زن در بند را به گوش جهانیان برسان. نفیسه کوهنورد، BBC دهوک.